اسکندر سوم یا اسکندر مقدونی که در برخی موارد به اشتباه ذوالقرنین خونده میشه، یک کشورگشای اهل مقدونیه بود و در قرن چهارم پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد. اون یه جنگنده بیباک، انسان شجاع و باهوش و در عین حال خونریز بود که در برخی از منابع تا سرحد یک پیامبر شناخته میشه و در برخی منابع دیگه فرزند خدایان نامیده میشه. پدر اسکندر فیلیپ دوم بود و مادر اون اولمپیاس نام داشته. همواره در برخی منابع بسیاری خوندیم که اسکندر باعث براندازی حکومت هخامنشیان شده و به ایران حمله کرده و به خاطر همین خرابی‌ها و کشتارها ایرانی‌ها اون رو اسکندر ملعون نامگذاری کردند. اما برخی از پژوهشگران معتقدند که اسکندر نبودی که به ایران حمله کرده و حقیقت چیز دیگریه. تمدن اولیه یعنی شهرنشینی و ایجاد طبقات اجتماعی و نوشتن به روایات مختلف حدود 7 یا 8 یا 10 هزار سال پیش از بین النهرین و ایران آغاز شده. کسی به درستی نمیدونه اول حاکمان بودن یا اول مردم، دقیقا مثل ضرب المثل تخم مرغ و مرغ. در هر صورت حاکمان برای به تبعیت کشیدن مردمشون دست به ترفندهای مختلفی میزدن، از فرقه ها و دین های عجیب و غریب تا خرافات و دروغ گفتن و نوشتن که این هم در کتیبه معروف داریوش بزرگ ذکر شده. بسیاری از نوشته ها و کتیبه ها و داستان ها از همین ترفند هاست که هنوزم تا همین لحظه ادامه داره. یکی از مهمترین اونها دروغ حمله اسکندر به ایرانه. پردازندگان داستان اسکندر مقدونی که حدود 600 سال بعد از مرگ اون داستانش رو به این صورت پرداختن، به این موضوع توجه نکردن که نخستین عامل پیروزی در جنگ ها فزونی شمار جنگجویان و برتری سلاح و ساز و برگ و سابقه و تجربه فرماندهانشون در لشکر آرایی و نبردهاشونه، همراه با آگاهی دقیق از سرزمین های دشمن و حتی اقتصاد اونها. درباره پردازندگان داستان اسکندر مقدونی و قلب و تحریف و جعل و دستبرد در اون که به خاطر این موضوع صورت گرفته بود، باید به سیاست‌های خاص امپراتوران دینی قاسب و حاکم بر دولت روم شرقی و انگیزه و اقدام اونها توجه بسیاری کرد. در فواصل سده های 8 تا 11 میلادی طی 300 سال متناوب 13 مرد و 8 زن ارمنی از ساکنان غرب رود آلیس و شهر آنی که از خانواده کنستانتین نبودند و شور قدرت طلبی داشتند، با استفاده از شرایط و گاه با کمک سازمان های مخفی یهود به امپراتوری روم شرقی در قسطنطنیه که مرکز جهان بود دست پیدا می کنند. اینها برای حفظ مقام تظاهر به یونانی و مقدونی بودن می کردن. به دنبال جدال شرق با غرب یا جدال مهرپرستی و عیسی‌پرستی، داستان اسکندر رو به این صورت مدون و منتشر می کردن تا بر اعتبار خودشون بیفزایند. اینان از زبان کالیستنس که اون رو پزشک اسکندر قلمداد کردن، کتابی تدوین و حوزه متصرفات اون رو به چین و هندوستان کشیدن و با همکاری عمال عباسیان اسکندر رو بلند آوازه ساختن تا اذهان جوامع نوخاسته رو از عظمت تمدن و فرهنگ و قدرت تشکیلاتی ایرانیان پیشین دور کنن. تألیف کتب به زبان یونانی که زبان کلیسا بود در اون دوره رونق بسیاری گرفت، تا اونجا که این روزگار رو عصر فرهنگ یونانیان خطاب می‌کردند. از سوی دیگه دین عیسی ناصری تا سده 13 میلادی در شبه جزیره بالکان عمومیتی پیدا نکرده بود و مهرپرستان که در این نواحی استیلا پیدا کرده بودند، این آیین رو الحاد و تعریفی از دین خود می شمردن. این دو دین جدال قلمی و زبانی بسیاری در تاریخ داشتند. دروغگوها نوشتن که اسکندر با 30,000 پیاده و 40,000 سوار از تنگه هلسپوند داردانل امروزی گذشته و در کناره آسیای کوچیک و پس از گذشتن از رودخانه تند و پر آب و گود و با دیواره های بلند گرانیک با داریوش سوم جنگیده. رودخانه گرانیک که امروزه پیقاچای نام داره، کوچیک و کم آب و بدون دیواره و کم عمقه. کناره این رودخانه گنجایش آرایشی جنگی حدود 150,000 نیرو رو نداره.
اگه باور نمی کنید میتونید برید ببینید. دروغ نویس ها میخواستن شوش پایتخت 2000 ساله ایلامی و 200 ساله سلسله هخامنشیان رو کوچیک و ناچیز کنن و تخت جمشید شکوهمند رو پایتخت ایران بشناسن و دروغی به دست اسکندر به آتیش بکشن. 5 یا 6 قرن بعد که این دروغ را می نوشتن، دیگر دین قدیمی هخامنشیانی وجود نداشته و تخت جمشید متروکه بوده. اونها از فواصل راه ها و جاده ها و مسیرها خبر نداشتن و هرچه از اینها نوشتن چرت و پرت و الکیه و این به راحتی قابل درکه. نوشتن که 600 هزار لشکر داریوش 5 روزه از روی پل‌های ساخته شده فرات عبور کردند. کمی فکر کنید، 600 هزارش که دروغه، 5 روزش هم که میتونه دروغ باشه و حتی اون پل هم دروغه. در این دوره و قرن نو درک این مسئله خیلی ساده است. از قدیم شنیده ایم دروغ هرچی بزرگتر باشه باورش میتونه راحت‌تر هم باشه. نوشتن اسکندر از تخت جمشید به همدان رفت، این دروغ رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. برای رفتن از تخت جمشید به همدان باید از اصفهان میگذشتن. در هیچ اسکندرنامه‌ای از این شهر باستانی و مردم دلیرش نامی برده نشده. هرگز نمیتونستن بدون گذشتن از این شهر به همدان برسن. هر کس بگه به طور کلی ناآگاهه. از اصفهان تا نجف آباد به درازای 30 کیلومتر باغ و سبزیکاریه. این باغ بزرگ برای ایستادگی در برابر یورش سپاهیان دشمن و جلوگیری از گذر کردن اونها سنگر بسیار خوبیه. اون نویسنده ها بی سوادتر از اون بودن که این شهر رو هم روی کاغذاشون به خاک و خون بکشن. اونها از شهرهای دیگه راه اصفهان هم نامی نبردن، مثل گلپایگان، بروجرد و ملایر. فقط یه اسم پرت و پلای مندرآوردی نوشتن که به هیچ یک از اسامی شهرهای باستانی ایرانی شباهتی هم نداره. از اصفهان به لرستان و بعد از اون به همدان 480 کیلومتر راهه. بیشتر این راه‌ها از کوهستانی سخت می‌گذره. نزدیک به 200 کیلومتر این راه بیش از 2000 متر بلندی داره و از بلندترین راه‌های جهانه و از دامنه اشترانکو می‌گذره و در زمستان برف سنگینی هم داره. راه لرستان به همدان از کوهستانی پر برف میگذره و یکی از سخت‌ترین راه‌های دنیاست و مردم دلیر و جنگجویی هم داره که در تاریخ هیچ مهاجمی از اونجا نتونسته بگذره، حتی داخلی‌هاشون هم. از تخت جمشید به اصفهان و به همدان و به ری و به دامغان 1600 کیلومتر راهه. پس حساب کنید دروغ‌ها رو. یا شاید هم با قطار برقی ژاپنی رفتن که تو داستانش این مسافت‌ها و زمان‌ها رو اینقدر عوضی نوشته بودن. ابو ریحان بیرونی در آثار باقیش نوشته که داریوش سوم در نزدیکی اربیل به دست فرمانده پاسدارانش کشته میشه. در اون زمان اون چیزی از اسکندر دروغی مقدونی نمیدونسته. و در آخر میخوام 3 تا عکس رو بهتون نشون بدم که چجور تاریخ رو تحریف میکنن. عکس اول عکس پیکره مقدس میترایی ایرانیه که به اشتباه یا دروغ میگن مجسمه هرکول یونانیه. عکس دوم از یک رمان نسخه خطی متعلق به قرن 17 میلادیه که اسکندر در حال کاوش در اعماق دریاست. و عکس سوم نقره دراخمای یونان که به نام اسکندر کبیر ضرب شده. اسکندر رو با شاخهای آمون به تصویر میکشن. خب دوستان، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. در آخر ممنون میشم برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم باعث انرژی میشه. مثل همیشه مرسی، ممنون و خداحافظ.